سلام و درود سامان معتقد هستم حتما این مستعده تا انتها ببینید کلاه برداری چند صد میلیاردیه سانسان کنشلو این مستعد رو حتما ببینید و ببینید که چه بلایی سره جوانهای ساده لوح کشور رو برد. سلام، به نام خدا، بنده محمد مهدی غلامی شرفخانه هستم به شماره ملی 092-54-77-76. من اواسط شهریور ماه 98 برای آقای کنشلو 1,200,000 واریز کردم. زمانی که من قبل از اینکه خواسته باشم طرحو بگیرم، آقای کنشلو گفتن طرح 100% تضمینی و حرفی از قراردادی چیزی که خواسته باشیم بعداً پیگیری خواسته باشیم بکنیم حرفی زده نشدش. زمانی که من پول رو واریز کردم برای ایشون گفتم، ایشون گفتن حالا باید قرارداد امضا کنیم و تا قراردادم امضا نشه ما نمیتونیم برای شما طرح دوست سهمی رو براتون بفرستیم. از این رو من قرارداد امضا کردم و زمانی که متن قرارداد رو خوندم این بودش که هیچ شکایتی ما نمیتونیم انجام بدیم و یک پکیجی بود که اصلا کاملا کلاهبرداری بودش، چرا که نه سی دی بود هیچی، نه چند تا فیلم فقط فرستادن که آقا مثلا بگن چی بوده. و از این طرف اصلا حرفی هم زمانی که ما خواستیم پول رو واریز کنیم حرفی از قرارداد زده نشده بود و قرارداد هم جوری بودش که اصلا نتونیم ما کار خاصی انجام بدیم و از این رو اصلا یک کلاهبرداری شسته رفته قشنگ. اگه تر خوب بود چرا باید قرارداد بدیم؟ و از طرف ما زمانی هم که برای ایشون کامنت میذاشیم یا زنگ میزدیم و اینا جواب نمیدادن، یا بلاکمون میکردن یا رسید پولی هم که براشون فرستاده بودیم و الان از تلگرام پاک کردن کلیر. سلام، عرفان پور سخاوتی هستم با شماره ملی 043-131-203. بنده در تاریخ 16-6-98 مبلغ 2,000,000 تومان برای طرح دوست صمیمی آقای کنشلو هزینه کردم که پس از واریز وچ ایشون 3 تا برگه برای من فرستادن که پایینشون امضا و اثر انگشت می‌خواست و توشون نوشته بود که طرح کاملا تضمینیه و پس از گذشت 1 ماه پولتون برمیگرده. بعد از اینکه من برگه رو براشون فرستادم، بعد از گذشت چند ماه چند تا فیلم فرستادم که به هیچ دردی نمی‌خورد و هرچی پیام میدادم و هرچی پیگیری میکردم متاسفانه جوابی نگرفتم و در آخرم پیج منو بلاک کردم و هیچ جوابی ندادم و این قطعا کلاهبرداری بزرگی. خواهش میکنم پیگیری کنید. زمانی که در کشوری زندگی میکنیم که به جهان چهارم نزدیکه، زمانی که در کشوری زندگی میکنیم که 70% مردمش مغزها پوسیده و مثل زامبیا حرکت میکنند و به صف وای میسن و از صخر دونه دونه میفتن، باید کسانی مثل ساسان کنشلوی کلاهبردار بیاد به راحتی پول این مردم رو بخوره، پول این جوانهای بدبخت رو بخوره. از ماست که بر ماست، این تصمیمیه که خود ما گرفتیم، ما انتخاب کردیم، وگرنه ساسان کنشلوها در تمام کشورهای دیگه بسیار زیادن اما مردم اون کشورها گول نمیخورن، به خاطر اینکه آگاه هستن، به خاطر اینکه غرور ملی فکر قبول ندارن. و حالا کلی مرفنده با پول مردم خریده و یک ماشین مازراتی و یک ماشین پاجیرو و یک ماشین 911 پورشه. خب آدم دلش میگیره، از این ناراحت میشه که چرا اینقدر مردم ساده لوح شدن که به این اشخاص دارن اعتماد میکنن، و از این آدم دلش میگیره که چجوری وجدان اینو داشتی که این همه جوان رو بدبخت کنی. آقای کنشلو خیلی از ما جوان رو بدبخت کرد، الان حق اونو باید از کی بگیریم؟ خیلی باور کردم که همه جا اسمش هسته تو تلگرام واتساپ. تا به این لحظه 221 شاکی در پرونده سازمان کنشلو هست و هر عزیزی و هر کسی که شاکی ایشون هست از امشب به بعد به من پیام بده توی دایرکت که من موضوع ایشون رو به صورت قضایی پیگیری بکنم و قاضی پرونده ایشون هم داره این موضوع رو کاملا جدی پیگیری میکنه.